سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون جان 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 یه جنگل ستاره داره، جان جان یه جنگل ستاره داره. مند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه هستید. فرامرز فروزنده هستم و در این ساعت با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی در خدمت شما بینندگان عزیز. 3 سال پیش در چنین روزی خون بانوی جوان 20 و چند ساله‌ای که در خیابانهای تهران در حمایت از اعتراض مردم ایران به تقلب انتخاباتی شرکت کرده بود بر زمین ریخته شد. 50 ثانیه فیلمی که از طریق یک سلفون گرفته شده بود. از لحظات مرگ این زن جوان دنیا را تکان داد. از ندا آقا سلطان صحبت میکنم، زنی که با مرگش جاودانه شد و جنبش بزرگ دموکراسی خواهانه مردم ایران را نیز جاودانه کرد. امروز از مرگ او 3 سال می گذرد، اما جنبشی که با خون جوانان ایران از جمله او تزیین شد و زینت بخشیده شد کماکان شاداب و سرفراز به جلو می رود. اگرچه ظاهراً ما شاهد فعالیت‌های زیادی نیستیم، اما حرکت در متن و بطن جامعه ایران کماکان با جوش و خروش ادامه دارد و تظاهرات خارجیان را دیری نخواهد گذشت که همه و همه شاهد خواهیم بود. این خون ندا آقا سلطان بود که به این جوشش دائم کمک و یاری کرد. ندا آقا سلطان. We'll be right back.
بینندگان ارجمند، در برنامه امشب شاهد دو قسمت خواهید بود. در قسمت اول اون من صحبتی دارم با خانم فیروزه محمودی، یکی از مدیران یونایتد فور ایران، نهادی که در جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران، جنبش سبز در سال 1388 و رویدادهای بعد از اون نقش بسیار مهمی رو در سراسر شهرهای عمده آمریکا ایفا کرد. با این نهاد بیشتر آشنا میشیم، متوجه میشویم که منابع مالی اونها از کجا هست، چه فعالیت هایی کردند، به کجا رسیدند و چه برنامه هایی رو برای آینده در پیش روی دارند. در قسمت بعد برنامه در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و به بررسی و تحلیل رویدادهای ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت و هفته پیش رو. امشب همونطور که عرض کردم خدمتون، میهماندار خانم فیروزه مهدوی، یکی از مدیران یونایتد فور ایران هستیم. خانم خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. خب خانم، یه مقدار توضیح بدید یونایتد فور ایران کی به وجود اومد، هدفش چی بود، چه فعالیتایی کرده و شما از کی دست اندر کار این نهاد بودید؟ تقریبا همین موقع ها بود، سه سال پیش که اتحاد برای ایران شروع شد، یونایتد فور ایران، بعد از شاهد بودن خیزش های مردم ایران و برخوردی که باهاشون شد، من یونایتد فور ایران رو شروع کردم. من تا اون موقع شما شروع کردید؟ بله، با آقای هادی قائمی البته که ایشون در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هستند. من تا موقع فعال حقوق محیط زیست بودم و در حقوق بشر و در هیچ مسئله در درباره ایران کار نکرده بودم و کارهای من تا اون موقع در ناحیه محیط زیست و هم سابقه کارم هم تحصیلاتم تو این قسمت کار تو آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین کار میکردم برای بهبود مسائل هم اجتماعی هم اقتصادی محیط زیست. بعد از شاهد شدن موقعیتی که در ایران داشت جلو میرفت و همین ویدئوی نداره که شما الان نشون دادیم و چیزهای دیگه، تصمیم گرفتم شروع به کار کنم. تا اون موقع خب البته ایران برای من خیلی نزدیک بوده و همیشه هست، ولی منو یه مقداری بیدار کرد اون مسئله و سعی کردم هر کاری که از دستم برمیاد و جلو ببرم. اولین کاری که کردم، تصمیم گرفتم یه روز هماهنگ کرده در سراسر دنیا برای تظاهرات برای پشتیبانی از ایران داشته باشیم و اینطور بود که تحقیقات کردم و توی اینترنت آقای هادی قائمی رو پیدا کردم و با ایشون و ده ها نفر فعالان دیگر این روز رو جلو بردیم که در روز 25 جولای بودش 2009. توقع داشتیم شاید 30 تا شهر داشته باشیم و در سراسر دنیا 110 تا شهر این روز داشتیم. پس اینجوری 110 شهر بله در سراسر دنیا همه قاره پیوستن به این حرکت. بله. خلاصه برنامه ما اینجوری شروع شد و بعد از اون من کارم و موقع در سازمان ملل کار میکردم گذاشتم کنار و روی میز آشپزخونمون اتحاد برای ایران را شروع کردم. از میز آشپزخونه خونه شما شروع شده یونایتد فور ایران. خب در بعد از یه مقدار فروکش کردن اون تظاهرات و حضور مردم در خیابون‌ها و در دعوت‌هایی که میشد از طرف نهادهای مختلف از جمله شما، الان چه میکنه این یونایتد فور ایران؟ هدف اصلی ما حمایت کردن از حقوق بشر در ایران است. همه کارهای ما در این چارچوب جلو میره و کارهای ما تقریبا سه تا قسمت مختلف هستند. یه قسمتشون مذاکرات کردن با دولت‌های مختلف و با سازمان ملل هستش و تأکید کردن که مسائل حقوق بشر باید بهش اولویت بیشتری پیدا کنه وقتی که اینها با ایران در تماس هستند. قسمت دومش مسائل خودجوش و مردمی، فعالیت‌های مدل 25 جولای هستش که می‌کنیم و از همه اینام اگه بخوام میتونم مثال بگم. و قسمت سومش هم آگاهی رسانی، اطلاع رسانی هست، هم به غیر ایرانی‌ها هم به ایرانی‌ها که درباره مسائل ایران بیشتر بدونن و به فعالیت‌های ما بپیوندن. الان در 25 جولای که در پیش روی هست برنامه‌ای دارید؟ نه، ما در اون روز برنامه‌ای نداریم. بیشتر چه برنامه‌ای دارید؟ در برنامه‌های شما علاوه بر برای جلب مردم نسبت به فعالیت‌های نهاد شما، بله، الان در چه زمینه خاصی داره جلو میره؟ بله، چند تا برنامه که برای سالگرد 23 سالگرد 22 خرداد داشتیم، یکیشون
ما منتشر کردیم یه آلبوم به اسم آلبوم آزادی که از هنرمندان در سراسر دنیا درش آهنگ هست. همه آهنگا رپ مبارزه دموکراسی و آزادی هستش و موسیقیدان‌های از لیبی، مصر، فلسطین، عراق، آفریقای جنوبی، آمریکا و غیره هستن. ما چیزی داریم اتاق فرمان از این آلبوم که نشون بدیم رو جلدش رو اگر داشته باشیم؟ گویا 10 تا خواننده برجسته دنیا رو سیدیش رو بله. تهیه کردید این مجموعه؟ بله، تقریبا 20 خورده ای هستن و هنرمندان ایرانی هم البته جزوشون هستن، خیلی ها هستن، از جمله آقای محسن نامجو، گروه کیوسک، گروه ایندو، رانا فرهان و غیره، و صفحش رو الان بینندگان میتونن ببینن. آه صحیح. این سایت شما چیه خانم؟ از طریق این سایت آلبوم فقط هستش، جدا هست. مربوط دو آلبومه. بله، من که بند کمپ هست، اینجا میشه آهنگا رو تکی گوش کرد و یا همه رو به عنوان یک میکس تیپ دانلود کرد، مجانی، همه رایگان هستش، فقط برای آگاهی رسانی. از این سایتی که الان شما میبینین سایت ما هستش، united4iran.org، شماره 4، و اطلاع درباره ما و آلبوم آزادی هم اینجا میشه دید. و شما یه سازمان داوطلب هستید؟ یعنی شما یه گروه داوطلب هستید دور هم جمع شدید یا یه تشکیلاتی دارید؟ منابع مالی شما از کجاست؟ بله. از کجا شما تغذیه میشید؟ بله، فعلا اکثر منابع مالی ما از بنیادهای غیر دولتی هستش، از اروپا و آمریکا. یعنی چه بنیادهای غیر دولتی؟ فاندیشن هایی که در زمینه حقوق بشر کمک بله میکنن. دقیقاً همینطور. شما هست. چند نفر براتون کار میکنه؟ ما همونطور گفتم در روز آشپزخانه ما شروع شدیم، تا دو سال اولمون من بودم و یک نفر دیگه، و در یک سال اخیر یک مقداری رشد کردیم و موفق بودیم در گرفتن یه مقدار پول. الان واشنگتن ما خانم دخی فسیحیان رو داریم که ایشون مدیریت با من میکنن و مدیریت کارهای هم فعالیت هایی که با دولت ها و سازمان ملل داریم و ایشون به عهده گرفتن، و یک نفر دیگر هم ایشون خواهند داشت به زودی. و در برکلی هم دفتر ما هستش که اونجا 3 نفر هستیم، و جاهای دیگه هم مشاور داریم که پارت تایم هستن. این نهادهایی که به شما کمک مالی میکنن بله. در ازاش چی از شما میخوان؟ خب مثل همه کارهای حرفه‌ای انجمنی هستش، من سابقه کارمند تو انجاهای مختلف بوده، سازمان‌های غیر دولتی، و توقعشون اینه که خب ما ریپورت می‌نویسیم، میگیم که هدفمون چیه، بنچمارکمون چیه، برای رسیدن به هدفمون فعالیتمون چیه، به چه حد میرسیم. مثلا ما الان 25,000 نفر در فیسبوک و توییتر و ایمیل لیستمون داریم، به اینا نامه مینویسیم، درخواست میکنیم آنلاین اکشن بکنن برای کسایی که شاید حکم اعدام دارن یا مسائل دیگه برجسته، و میگیم که مثلا اینقدر کار در این سال خواهیم بکنیم. خب ما باید بهشون ریپورت بدیم آخر سال و میترم ریپورت میدیم، و رابطه اینجوریه که رابطه خیلی عامیانه ای هست بین اینا. هیچ کدوم وابسته به دولت ها نیستن؟ هیچ کدوم، همشون نهادهای مستقلی هستن که منابع مالی که دارن بخشش بله. کمک میکنه به این گراس رود ارگانیزیشن هایی مثل شما که در این زمینه بله. کار میکنه بله. درسته؟ بله. افکام اکثر همه پولشون به که قسمت حقوق بشر هست به انجمن ها میره. ما کار خود جوش میکنیم، ولی همونجوری که گفتم کارهای دیگه هم میکنیم به فعالیت های. الان تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران در ایران زندانی هستند. بله. الان تعداد زیادی از فعالان سیاسی در زندان هستند. بله. آیا شما در زمینه مسائل این گروه ها کاری میکنید؟ صد درصد. ممکن توضیح بدید؟ البته. دو تا چیز میشه گفت. یکی این هستش که روی مسائل حقوق بشر که آدم کار میکنه، یه طرف کاز هست که تفاوت افکته. کاز بخش فارسیش رو دلیل. دلیلش مثلا وقتی ما زندانی عقیدتی رو در زندان میبینیم، این افکتش هست، کازش نیست، و ما باید از اونا خب 100% حمایت کنیم که اینا بیان بیرون و برجسته بشن. هرچی برجسته تر بشن امنیت بیشتری دارن. خب هم رو این قسمت باید کار کنیم و این جوابگوتر هستش برای اینکه چیز مشخص تریه، ولی رو دلیلش هم باید تا یه مقداری کار کنیم که این مسئله کلا عوض بشه. بنابراین ما دراز مدت اینجا رو کار میکنیم و کوتاه مدت روی تاکید میکنیم که زندانی عقیدتی هم باید آزاد بشن. از جمله در یک سالگرد
22 خرداد که دو سال پیش میشه درست، ما یه روز سراسری دیگر داشتیم در 87 شهر و هر شهری حداقل یه زندانی عقیدتی رو به عهده گرفت که بیلبوردهای متحرک داشتن، از جمله لس آنجلس یکی داشت، یا پستکارد میفرستادن یا ماسک داشتن در صورتشون و کارهای غیره که هر اون این شخص رو به عهده گرفته بودند. خب تا حالا از طرف جمهوری اسلامی مورد سوال قرار گرفتید که این کارا چیه شما انجام میدید، برای چی این حرکت ها رو میکنید؟ اصلا حقوق بشر در ایران نقض نمیشه؟ طبق گفته آقای احمدی نژاد ما آزادترین کشور دنیا رو از نظر آزادی بیان داریم. والا غیر مستقیم خب این صحبت ها میشه همونجور که شما گفتین، ولی مستقیم کمتر. یه دلیلش هم هست که ما هنوز داریم رشد میکنیم و فعالیتمون نسبتاً قوی هستش و کارهای زیادی میکنیم، ولی از نظر رسانه و آگاهی کردن درباره خودمون تا الان نسبتاً خیلی فعال نبودیم. مثلا این دفعه دوم هم هست که با تلویزیون فارسی دارم صحبت میکنم، دفعه اولش هم امروز صبح بوده. بنابراین شاید در آینده یک صحبت داشتید امروز؟ دفعه اولمه. بله دفعه چقدر خروج خوبی بوده خانم، دو تا مصاحبه داشتید. بله. خب ما حالا برای اینکه شما فعالیتاتون بیشتر بشه و شما در این حال ارتباطتون با مردم بیشتر باشه، ما این آمادگی رو داریم به شما میکروفون بدیم، دوربین بدیم، مستقیما هر هفته بتونید فعالیت های یونایتد فور ایران رو بیارید در تلویزیون اندیشه که در سراسر دنیا پخش بشه. واقعا لطفتون زیاد، دربارش صحبت کنید. حتما فکر بکنید بهش و حتما ما این کارا رو میتونیم بکنیم، چون به هر حال این تلویزیون حامی مسئله حقوق بشر در ایرانه و بدون تردید خیلی دوست داریم که بیشتر با شماها که یه نسل بعد از ما هستین و اونایی که یه نسل بعد از شما هستن، بله، اونها رو بیشتر آشنا باشون بشیم، داشته باشیم میشون، بله، وسط میدون و گاهی قد بشینیم و به اونها گوش بدیم و شیوه عملشون. تشکیلات شما در این یونایتد فور ایران چجوریه؟ تشکیلات عمودی، افقی، شبکه‌ای چه شکلی به وجود میاد؟ وقتی یه پروژه رو میخواید ببرید جلو چیکار میکنید؟ بله، خیلی سوال خوب و پیچیده‌ای هستش. ببینین، ما قسمت کارمون دو قسمته. خب قسمت مذاکرات با دولت‌ها یه کار خیلی بسیار حرفه‌ای است که خانم دخی فسیان اینو جلو میبره و یه مقداری تخصصش بیشتره و این یه مقداری از اون طریق چندین نفرها و انجمنهایی که فعال هستن بیشتر جلو میره. ما فعالیت زیادی با انجمنهای، با سازمانهای غیر دولتی هم ایرانی و هم غیر ایرانی که در روی مسائل حقوق بشر کار میکنن میکنیم، ولی قسمتی که من روش کار میکنم، قسمت شبکه سازی، قسمت مردمیش خیلی مقداری افقی تر هستش و ما سعی میکنیم تا جایی که میشه حمایت کنیم و فعالیت های دیگران رو تا جایی که میشه برجسته کنیم. مثلا با ما تقریبا 3 ماه پیش با فعالان بهایی همکاری کردیم، یاران که 7 رهبر بهایی هستن که الان در زندان هستن. متاسفانه روز اول اپریل اگه درست به یاد دارم روزی بود که همه کلا مجموعاً با هم 10,000 روز در زندان بودن. ما با هم همکاری کردیم و در 8 شهر هم تظاهرات بود، هم بیلبوردهای متحرک و تا جایی که میشه سعی میکنیم هماهنگ کارهامون رو با کسایی که فعال هستن هماهنگ کنیم و به اونها هم کمک کنیم و ظرفیت همه رو بیشتر کنیم. به وقتی فارسی من نه نه خیلی هم خوبه خانم فارسیتون، همینجوری ادامه بدین. محبت بفرمید، من روی سایت شما بله. یک ویدیو یه پیامی دیدم بله. از اسقف توتو، ماجرای این پیام چیه؟ بله، اسقف اعظم دسمن توتو برنده صلح نوبل هستن از آفریقای جنوبی و شناخته شده هن به عنوان وجدان این مملکت از آفریقای جنوبی. و وقتی که من با دوستان درباره این ویدیو صحبت کردم، برام مشخص شد شاید ایرانی ها به حدی که نلسون مندلا رو میشناسن ایشون رو نشناسن. ایشون به همون حد شاید بیشتر برجسته هستن و خیلی فعال هستن در مسائل حقوق بشر. ایشون این ویدیو رو برای پشتیبانی از مردم ایران و فعالان ایرانی برای 3 سالگرد 22 خرداد درست کردن و ما امروز اینو منتشر کردیم. منتشر کردیم. بله. اگر موافق باشید اتاق فرمان این ویدیو رو برای ما پخش بکنن، برمیگردیم و گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با خانم فیروزه محمودی.
Hello, my Iranian sisters and brothers. I am Archbishop Desmond Tutu. 3 years ago, the world witnessed millions of you standing up against repression, demanding democracy and human rights. The spark that you lit in Iran has inspired unprecedented change in the region. However, in Iran, your demands have yet to be realized. Oppression continues. Many great nations have gone through such struggles, which often take decades to resolve. If South Africa could change, change therefore is possible any and everywhere. Continue on your path. Remember, it is always darkest before dawn. To the rulers of Iran, bend to the will of the people. Your Excellency Ayatollah Khamenei, set the children of Iran free. Ayatollah Larijani, close Evin prison, just as Robben Island prison was closed in South Africa. To Iran's religious leaders, oppose the use of imprisonment, torture, and murder in the name of religion. These actions do not reflect the Muslim faith. To all world leaders on this anniversary, let us renew our commitment to support the Iranian people and their struggle for democracy and human rights. Imprisonment should not be the reward for courage and dignity. To Iranians abroad, and indeed all people everywhere, our lives and future are intertwined. Use your freedom to demand theirs. Change begins with people of great courage. My children, Nagiz and Majid, you are in our hearts. Hussein, Maliki, our prayers ring out for you. And to the rest of brave Iranians striving for a better Iran, continue on your path. We are with you. Farda az ane masht. بله، پیام بسیار زیبای اسقف توتو رو نگاه کردید. امیدوارم که این پیام به گوش رهبران سیاسی امروز ایران برسه. خانم، ممکنه به من بفرمید که این شما ظاهرا گفتید قبلا در سازمان ملل کار میکردید و در زمینه مسائل محیط زیست، بله، با کار کردن با جامعه ایرانی خیلی آشنا نبودید، نیست؟ نه، ولی خب ایران، من هر سال ایران میرفتم و او بعد از این اقدامات هم هنوز ایران میرید؟ نه، دفعه آخر عید سال 2009 رفتم. 2009 او قبل از جنبش سبز رفتم. بله، هر سال عید ایران بودم. بله، امیدوارم در سفرهای بعدی براتون مشکل ایجاد نشه. امیدوارم همه گی با هم برگردیم. بله، متوجه پاسخ شدم. خانم بفرمایید ببینم که اگر بینندگان ما بخوان با نهاد شما تماس بگیرن، به عضویتش در بیان، یا اینکه همکاری بکنن، یا فعالیت‌های شما رو در جریانش قرار بگیرن، چه کار باید بکنن؟ میتونن به وبسایت ما برن که unitedforiran.org هستش. ممکنه وبسایتشون رو بذارید؟ بله. United for ما شماره 4.org بروند و اونجا میتونن به توییتر و فیسبوک ما بپیوندند و اگه میخوان اسمشون رو ثبت کنن که ایمیل هم از ما بگیرن و اطلاعات کانتکت ما هم اونجا هستش اگه بخوان به ما ایمیلی بدن که فعالیت بیشتری بکنن. امیدوارم که خانم هرچه زودتر برنامه های شما رو اونطور که با هم صحبت کردیم یا بعدا صحبت خواهیم کرد بتونیم از تلویزیون اندیشه پخش بکنیم و به هر حال وقتی برای ایران دارید کار میکنید، همه ما میخواییم از نتیجه فعالیت هامون، از کوشش هامون بیشتر نتیجه بگیریم به نفع مردم ایران. بله.
بنابراین شما صدای نسلی هستید که فعالیت ها رو با ضوابط غرب آشناتر انجام میدید و یواش یواش بیشتر باید در این صحنه حضور داشته باشید. لطف دارین شما. یکی از جاهایی که میتونید باشید شبکه جهانی اندیش است. خیلی ممنون. سپاسگزارم خانم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز. برمیگردیم و با مانوک خدا بخشیان خواهیم بود. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت میذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور. مامان امشب واسمون دعا بخون. جایی که یادمه این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغی ها، به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا. بامیه همه شنگولیم و همه چی عالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه. خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال، دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره. خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، وای از تو مثل من بیرونم، یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب. نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خودش فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم. وقتی یه روز خوب میاد، شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا. ناامن و خراب نیست، همه چی امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله. دست اجنبی کوتاس از خاک، نگو کوتا فردا، اگه نبودم میخوام که قول بدی بهم که هر سربازی دیدی گل بدی بهش. دیگه هیچ مرغی پشت میله نیست، هیچ زن آزاده بیوه نیست. دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بچین. Glendale Kia is California's number one volume Kia dealer in combined sales for the past 10 years. Glendale Kia has over 500 pre-owned vehicles, and each new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. We offer easy finance at Glendale Kia and have been at the same location for over 25 years. The all-new Kia Optima Hybrid with class-leading MPG and class-leading horsepower. So click, call, or come by today. استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید.
آژانس پنیری چه خوب و بی نظیری هر کجا بری تو من با تو هستم با بهای ارزان بهتر از این و از آن هر کجا بری تو من با تو هستم آژانس امیری بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی به سراسر جهان تورهای تابستانی روسیه را در ماه‌های جون، جولای و آگوست اعلام می‌دارد. دیدار از مسکو و سنت پترزبورگ، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، بهترین سرویس، تخصص و دانش تورهای آژانس امیری با 44 سال سابقه می‌باشد. تلفن اطلاعات 818-758-2626. آژانس امیری چه خوب و بی نظیری هر کجا بری تو من با تو هستم با باهای ارزون بهتر از این و از اون هر کجا بری تو من با تو هستم سر اومد زمستون بینندگان ارجمند همونطور که خدمتتون عرض کردم در این دقایق در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستین در برنامه‌ای که روزهای دوشنبه فعلا با ایشون داریم و در خدمتشون هستیم برای بررسی رویدادهای هفته گذشته و رویدادهای پیش رو در هفته‌ای که در واقع از دوشنبه آغاز میشه جناب خدابخشیان خیلی خوش آمدید شما خسته نباشین مرسی خیلی ممنون واقعا خسته نباشین جناب خدابخشیان امروز به نظر من مهمترین خبر برای ما ایرانی ها نه شکست مذاکرات مسکو بود که حالا من حکم شکستم دادم قبل از که بحث انجام بدیم قرار نبود بله و بعد نه سایر بقایی که بهش میرسیم بلکه تشییع جنازه یک جنایتکار شناخته شده جمهوری اسلامی بود آقای احمد قدیریان در تهران و نکته بسیار جالب در این تشییع جنازه در این مراسم ختم که برگزار شد حضور سه پسر ولی مطلقه فقیه بود آقا مجتبی، آقا مسعود و آقا میثم در این مراسم که معمولا اینها همینجوری به جایی نمیرن در مراسمی شرکت نمی کنن ظاهراً یک پیوند بسیار عمیقی بین سردسته اعدام کننده ها و تیر خلاص زدن های دهه 60 در زندان اوین یعنی آقای احمد قدیریان و شخص ولی فقیه وجود داره و برقراره من نمیدونم اگه بشه ما تصاویری رو داشته باشیم که ببینیم که چطور میشه و آقای احمد قدیریان یک کسی است که در سال 1313 در ایران به دنیا میاد اولین شغلش در بازار 6 کلاس ابتدایی بیشتر درس نخونده نه اگر ممکنه ابتدا شروع بفرمایید با تصویر خود آقای قدیریان بله آقای قدیریان ابتدا در بازار میره یه شاگرد عطار میشه بعد به مقام این میرسه که خودش یه مغازه عطاری باز بکنه در رابطه با گروه های مؤتلفه اسلامی ایشون رو میگیرن همراه با سران مؤتلفه و ایشون 2 ماه در زندان میمونه در این 2 ماه در زندان اینا که من عرض میکنم نتیجه تحقیقات جناب ایرج مصداقی است پژوهشگری که واقعا در این زمینا کارهای فوق العاده درخشان و قابل استنادی رو میکنه و بعد آقای احمد قدیریان پیوند پیدا میکنه ازدواج میکنه با خانواده بادامچیان داماد خانواده بادامچیان میشه و همسرش در واقع خانم ازدواج میکنه و مادر زنش خانم صدیقه امانی همدانیه که فرز مادر در واقع از جمله بنیانگذاران هیئت مؤتلفه اسلامی است یعنی یک پیوند عجیب پیچیده‌ای از دوران جوانیش
با ساختارهای تروریستی داخل ایران پیدا میکنه. این بسیار بسیار جالبه. و بعد در سال 1356 اگر اشتباه نکنم، در روابط تنگاتنگی که با آقای خامنه‌ای داشته و وضع مالیش هم خوب بوده، یک اتومبیل پژو میخره برای آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای بعد از اینکه این اتومبیل پژو رو دریافت میکنه، همیشه این سپاسگزاری رو از آقای قدیریان داشته و بعدها در سال 71 یا 79 هست، یه همچین سالی هست که آقای قدیریان رو به مقام از شیش ابتدایی بدون هیچ گونه دانشگاهی که دیده باشه چیزی دیده باشه به مقام سرتیپی ارتقا میده. آقای قدیریان در فاصله سال 58 تا 62 سرپرستی میکرده تیم اعدام های زندان اوین رو. ببینید فرزن بگم، شما احتیاجی نیست که کارنامه آقای قدیریان رو ورق بزنید. احتیاج است اصلا نگاه کنیم وقتی که خود خمینی وارد تهران شد، اولین کسی که یک بار فروش به نام محسن رفیق دوست محافظ اولیشون شد، کسی که رو وانت خوابید و این آقای بارفروش بعدها شد به چه مقام هایی رسید و به چه ثروت هایی. سیستم خمینی از نقطه نظر حالا سپاه پاسداران چون اشاره میکنیم، چون من اتفاقا برنامه چهارشنبه رو میخوام اختصاص بدم به سپاه پاسداران، درسته؟ اولا توجه کنید این پاسداران آمدن و با کردیتی که از جنگ ایران و عراق برای خودشون کسب کرده بودن آمدن و گفتن بعد از جمهوری دوم، جمهوری دوم ائتلاف، کتابش هم آقای انوشیروان احتشامی بسیار قشنگ نوشت به زبان انگلیسی، جمهوری دوم ائتلاف رفسنجانی خامنه ای. سپاه بعد از جمهوری دوم رفت کنار، سعی کرد ناپدید شه، عده‌ای رفتن دانشگاه، عده‌ای رفتن در محافل اقتصادی منتظر موندن. چرا؟ شما داری جمهوری دوم که جمهوری آقازاده هاست، اینها منتظر ماندن. وقتی عالی جناب ها و آقازاده ها به اوج فساد و بدنامی رسیدن، اینها آمدن و مدعی شدن ما با دفاع مقدس این نظام رو حذف کردیم، حالا حق ماست که صاحب بشیم. اما صاحب شدن سپاه، یعنی جمهوری اسلامی کارش به پایان رسید، شد یک حکومت سپاهی. اما همون گونه که آقای مصداقی اشاره کرده و شما هم اشاره کردید، ببینید جناحی که با رفسنجانی است متفاوت با جناحی که با خامنه است در سپاه اشاره میکنم. برای همینم اگر توجه داشته باشید در همین روزهای اوج به اصطلاح جنبش مردمی و جنبش سبز که من اتفاقا دیشب بی سی یوتیوب، روی یوتیوب تونی نازنین نشون میداد، نگاه میکردم، شما نگاه کنید بسیجی آمدن، سپاهی ها نیومدن. چرا؟ یک اختلاف عمیقی بین سپاه بود. اگر میومدن درگیری خودشون میرفتن در یک جنگ داخلی سیویل وار. و همون گونه که اشاره کردید، ببینید بادامچیان وزنی کوچکی نبود، مهره کوچکی در این سیستم نبود. دوره ای که بادامچیان و پرورش و عسکر اولادی و این مؤتلفه اسلامی داشتن حکومت میکردن در ایران، خیلی از این آقای بادامچیان حساب میبردن، حتی اصلاح طلبا. بنابراین من تعجب نمی کنم که این سردار بی سر و پا هم بیاد بشه سردار، چون میگم یک جریان بادامچیان کسی بود که تصمیم میگرفت در مورد روزنامه ها، در مورد انتخابات، خیلی مهره پرنفوذی بود در این سیستم. این که ببینید میشه تصاویر رو بذارید تا به ترتیب من روش توضیح بدم، بعد ادامه بدیم گفتگو رو با آقای مانوی خدابخشیان. محبت کنید از تصویر اول بریم. اتفاقا اشاره جالبی کردی که پسران، همه پسران خامنه ای شرکت کردن. بله. ببینید این برای یک قدرت نمایی است.
که این از ما بود، برای قدرت نمایی یا برای یک سپاسگزاری است. ببینید سپاسگزاری بخشی است. اولا من همیشه معتقدم، سالهاست اینو اشاره میکنم، اولا زرادخانه هسته ایران در اختیار سپاست. اصلا به خامنه ای رفسنجانی، ممکنه رفسنجانی و روحانی و همه اینا برن در مذاکرات، اما عددی نیستن. سپاه تصمیم میگه، برای همینم کنفرانس مسکو شکست خورد. میرسیم به همین. اما در مورد این آقایون من معتقدم که سپاه حالا داره در واقع رهبر رو کنترل میکنه، یعنی با شریف فرستادن نماینده ها برای این، این آدم که آدم شخصیتی در سپاه نبوده که، این فقط به خاطر اینکه یک جانی جنایتکار تیر خلاصن بوده و ده ها نفر رو به خاک و خون ریخته و خود بهشتی که عامل آیت الله مرحوم، مرحوم یا معدوم به هر حال دکتر بهشتی، که نگه دارید تا بعد از اینکه صحبت من تموم شد با آقای خدا بخشن، ایشون درباره آقای قدیریان میگه اگر شما میخواید که ریشه منافقین و ریشه افراد چپ و مخالفین رو بخشکونید، باید آدمهایی مثل لاجوردی و قدیریان استفاده آفرین. کنید. آفرین، یک دوره لاجوردی مطرح بود. بله، و این وفادار سگ وفادار لاجوردی بوده. آفرین. میدونید، و بعد حالا این ابراز این تشکیلات خیلی وسیع، این مجلس ترحیم، قدردانی خیلی بزرگ از یه همچین جنایتکاری چی میگه؟ آیا معنیش این نیست تلنگوری به همه، ما باز خواهیم گشت به این دوران؟ یعنی همچین چیزی در ادامه حکومت در انتظار شما مردم هست؟ دقیقا. هر که قدیریان بشود از سوی رهبر مورد تأیید و احترام قرار میگیرد. ببینید اگر توجه داشته باشیم، آمدن احمدی نژاد و بخش هسته‌ای سپاه که من میگم شبکه محصولی، بله درسته، آقای محصولی، صادق محصولی میلیاردر بود، آجرلو، علی آبادی، همه میلیاردر شده بودن، احمدی نژاد رو بردن یک سپور سیاسی که براشون کارهای انجام بده. توجه داشته باشید اون موقع اگر شما برگردید و نگاه کنیم به حوادث ایران، میبینید رهبر وجود نداره، رهبر در پستو پنهانه، رهبر در مقابل جریان احمدی نژاد و جریان شبکه محصولی و یک گروه به اصطلاح جمکرانی هایی که داشتن به تدریج بازی رو در واقع داغ میکردن، اگر اینها بازی برگ جمکرانی کرده بودن رهبر رفته بود. شما وقتی برگ امام زمان بازی میکنید دیگه ولایت فقیه یک امام بی زمان که ارزشی نداره. همیشه ترس خامنه ای این بود که احمدی نژاد و یارانش کی به سراغ او خواهند آمد. دقیقا الان یک نمایشی است که ما باز میگردیم، با عوامل خودمون باز میگردیم. چرا؟ به گفته بعضیا دوران احمدی نژاد به پایان رسیده. من اصلا معتقد نیستم دوران احمدی نژاد خودش عددی نبود، اون شبکه مهم بود که احمدی نژاد رو بر سر کار آورده بود. یک بار دیگه تصاویر مربوط به آقای احمد قدیریان رو با هم مرور میکنیم. ابتدا اگر تصاویر آماده است. بله، این تصویر آقای قدیریان، اون که حاله قرمز به دور سرش کشیدن به اتفاق جلاد بزرگ ابین، یعنی آقای اسدالله لاجوردی معدوم هست، و سایر جنایتکارانی که در واقع باندهای اعدام و کشتار زندان ابین رو تشکیل میدادن. و در اینجا ایشون رو میبینید، این آقای اگر اشتباه نکنم امامی کاشانی هست. و آقای احمد قدیریان در خدمت آیت الله امامی کاشانی هستند، از به هر حال سران نیمه بازنشسته امروز جمهوری اسلامی. در واقع ایشون همون نقشی رو بازی میکرد که مهدی عراقی برای خمینی بازی میکرد، احمد قدیریان. تقریبا اگر نگاه کنیم یک ارتباطی رو، حالا آقای مشتاقی بهتر میتونه توضیح بده. یا میگم ببینید، من همیشه متقاعد اینجا... خودشون بده. برگردیم به تصویر قبلی. بله، اینجا آقای مجتبی خامنه‌ای هست که در مراسم یادبود آقای احمد قدیریان شرکت میکنه. میتونیم تصویر بعدی رو ببینیم.
و اینجا ایشون ایستاده. فکر میکنم اولین معمم از طرف دست چپ تلویزیون آقای باید یا مسعود یا میثم خامنه ای باشه، یکی دیگر از فرزندان آقای آیت الله خامنه ای که در واقع این تصاویر منو به یاد آقای قذافی میندازه و پسرانش در روزای پایانی. مطمئنی؟ حالا خواهیم دید، هممون شاید سورپرایزی. بله، در اینجا هم آقای مجتبی خامنه ای به هر حال کسانی رو که به ایشون عرض تسلیت میکنن مورد تفقد چه میدونم ملوکانه ولایت معاونه خودشون قرار میدن و اینجا دو برادر خامنه ای جوان کنار هم نشستن در مراسم یادبود آقای احمد قدیریان، کسی که دستش تا مرفق به خون جوانان ایران در دهه 60 آلوده بوده. بفرمایید. یه نکته جالبی که در این تصویر هست اینه. برگردیم به تصویر. ما معممیم، ما مذهبی، ما روحانیم. پسران رفسنجانی کت شلواریان. سرمایه دارن، یاسر مهدی محسن. اونها در واقع ثروت اندوزن. نه، ما آدم‌های روحانی هستیم مثل پدرمون. برای همین هم الان اینا وارد صحنه شدن. اگه فراموش نکنیم در جنبش سبز چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم یک واقعیت بود. مهدی هاشمی گرداننده بعضی از اتاقای فرمان بود، فائزه هاشمی تو صحنه بود، اما اونها معمم نبودن. اینها الان دارن میان در مقابل اونها به مردم سادلو یادآور بشن که ببینید چه تفاوتهایی است بین بیت رهبری و بیت آقای هاشمی. به این سوال کدوم ولی فقیه میتونه جواب بده کدوم؟ که الان اگر به اون دنیا معتقد باشیم این آقا که صدها جوون رو با دست خودش اعدام کرده، تیر خلاص زده یا تجاوز کرده که باکره از این دنیا نرن و از دنیای ما رفته، الان در بهشت یا در قعر جهنم؟ من چون اعتقادی به این حرفا ندارم فقط یک نکته ای رو میگم. من فکر میکنم اکثر اینها، همه این جنایتکارها، همه این دیکتاتورها قبل از اینکه بمیرند به جهنم رفتن، یک بار مردن از وحشت، از ترس. باور کنید همشون میترسن. یعنی تردیدی نداشته باشید بزرگترین جنایتکاران جنگی، نمیدونم آدمکش‌های سیاسی، دیکتاتورهای بزرگ ترسوترین و بزدلترین آدم ها بودن. برید بخوانید تمرو، همه همچنین بودن. یعنی یک بیماری روانی یا کمبودهایی در جوانی یا بچگی بعد این تبدیل میشه به جنایتکار. بعد از نگران اینا نباید شد، اینا رفتنی هن همه. خب رفتنی هن، ولی به چه قیمتی دارن میرن؟ دقیقا قیمت چه داریم میدیم نه؟ مقصر ما هستیم. من همیشه گفتم، اون برنامه هم اشاره کردم. شما ببینید همین لس آنجلس، همین تلویزیون اندیشه میتونست نقش مؤثرتری، فعالتری داشته باشه زمانی که، من قبول دارم، اصلا مرگ مایکل جکسون همه دنیا رو فرا گرفت. اوکی، انقلاب توییتری ایران شکست خورد، ناکام بود، نمیگم شکست خورد، ناکام بود، متوقف شد، رهبران رو گرفتن کردن زندان. من اتفاقا چون میخواستم این برنامه سپاه پاسداران رو تهیه کنم، یوتیوب ها رو مطالعه میکردم با تونی نازنین من و آقای جمشید علی مراد نگاه میکردیم که ببینید، من تعجب میکنم بعضی میگن نگاه کنید به سوریه چه شهامتی است. نه 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 نه، اشتباه نکنید. در سوریه مردم عادی نمیجنگن، خیلی مسائل مختلفی پشت پرده است. مثل زمان انقلاب بر علیه شاه بود که همه دوره دیده بودن، چریک بودن، مسلح بودن، فدایان خلق بود، مجاهدین بود، همه درسته در اردوگاه های دانشجویان در خارج کنفدراسیون داشتن، دقیقاً همه هم دوره دیده بودن و همه. من داشتم در این یوتیوب ها صحنه هایی رو میدیدم، دخترکان و پسرکان شیک، جوانسال و مسلح فقط به یک کفش کتونی. اینها با این بسیجی ها و موتوری ها دست و پنجه نرم می کردن.
چطور نمیشد اینها رو دوباره به خیابان آورد؟ چطور نمیشد اینها رو دوباره رهبری کرد؟ باید رهبری میشدن. در همون یوتیوب هم نگاه کنید، در اون تصاویر اون بچه ها یک جاهایی نمیدونستن چی کار باید بکنن، به کدوم خیابان برن، آیا باید حمله کنن الان به موتور سوارا یا باید عقب نشینی کنن. اگر یک اتاق فرمانی در خارج از کشور مخصوصا در این لس آنجلس لعنتی ما بود، خیلی کمک ها میشد کرد به این جوان ها. میخواید با هم سر این سر به سر بگذاریم یا اینکه بریم سر یه موضوع دیگه؟ جناب خدا باشه. اینی تایم هر موضوعی میخواید. فقط من مهمان شما. نه فقط شما هم همیشه میزبان نازنین. خواهش میکنم. نه فقط یه نکته است. در این که خارج از کشور اون نقش خودش رو نه تنها در این جنبش اصلا در این 30 سال درست درک نکرده و اجرا نکرده، من با شما هم عقیده. اما یک نکته هست و اون است که اتاق فرمان رهبری عملیات وقتی وجود داره که یه ساخت رهبری وجود داشته باشه. خلق و سائه که یه برنامه ساز نمیتونه مقابل دوربین بشینه مردم رو هدایت کنه نسبت به خیابونایی که 30 سال قبل ازشون خاطره داره و واقعیت با اون چه که تغییر پیدا کرده اصلا نمیتونه نخونه، بیشتر باعث گمراهی میشه. فکر نمیکنی؟ من وقتی اومدم اولین بار اومدم مجددا تلویزیون، اولین حرفی که تونی جوانسال یادشه، گفتم ما نیومدیم شما رو رهبری کنیم. درسته. نقش من رهبری سیاسی نیست، من مفسرم، فقط مفسرم، خوب تحلیل میکنم. همین نکته ای که شما اشاره میکنید کاملا درسته، اما اتاق فرمانی که من در اون زمان میگفتم، ببینید اگر بچه ها احساس میکردن یک فرامرز پروزنده نازنینی نشسته 24 ساعت و اینا میتونن درد دلاش، مشکلاتشون، حتی چه باید کرد و از اون سوال کنن، اون منعکس بشه به سراسر دنیا. ادهی پژوهشگر، ماشاءالله اینقدر پژوهشگر و تحلیلگر داریم که دیگه فکر میکنم میتونیم 30-40 تا دانشگاه باز کنیم، میامدن. ببینید ما رها کردیم. من در با شما هم عقیدم که در واقع جوانهای ایران در سال 1388 درسته با یه ساختار میگن شبکه‌ای وارد میدون شدن و حرکت کردند، ولی در لحظه های بحران تنها موندن در میدان. دقیقا. و همین سبب قربانی شدنشون شد. تردیده. ببین نت و نتورکینگ، رند کورپوریشن 1992 شروع کرد تبلیغ کردن نت و نتورکینگ. صدها کتاب، من اتفاقا اون موقع رادیو اینو توضیح میدم. ما به جوان ها میگفتیم نرین جزء حزب بشین یا گروه بشین چون لو میرید، اما میتونید نتورکینگ کنید تو محله خودتون با دوستان خودت، اونهایی که بیشتر این نتورکینگ اگر صورت میگرفت که صورت گرفت تو اون خیابون ها. بله. درسته؟ بله. چقدر موفق بود. بله. من برداشتم اینه، کسی سوت پایان نکشید، ما سکوه رو ول کردیم رفتیم. در واقع همه توی میدان معطل موندن که چه باید کرد و کسی نبود که بگه که حالا قدم به قدم اینجوری باید بریم جلو. پس رهبرا شکست خوردن. شما درست گفتید، کسی نیومد جلو. ببینید قرار نیست ما وقتی هیجان هست بازی هست درش باشیم. بله. شما باید زمانی که هیچ کس نیست، یعنی شما شما خودتون بازی ساز باید باشید. کاری که لس آنجلس هرگز نکرد. همه اومدن شو اجرا کردن، یعنی به دنبال بازی های تهران بازی کردن، با کارت حریف بازی کردن. ببینید من باز میگم، حالا بعضی شاید به بعضیا بر بخوره ولی عیبی نداره، شما دیگه فرصتی نداریم برای این بچه‌ها. ببینید شما نمیتونید تو خیابون مولوی باشید، بلوار سعدی باشید، نمیدونم حافظ باشید، بعد بخواید مسائل جهانی رو تجزیه تحلیل کنید. ببینید مسائل جهانی به قدری پیچیده است، به قدری، یعنی شما باید یک شطرنج بازی باشید که هزاران حرکت رو یاد بگیرید که بدونید بگید چرا با مذاکرات مسکو شکست. ولی در این حال، در این حال که همین پیچیدگی ها رو داره، یک مفسر خوب آنچنان با تبحر این رو ساده میکنه که یک آدم عادی هم فکر میکنه که کاملا این مطالب رو خودش میفهمه. ببینید من وقتی در یک جای مطالعه میکنم، میگن به تصویب رسیده حتی در سازمان ملل، میرم رو سایت پیدا میکنم
که یک حرکتی است به نام پروتکتیو مثلا ریسپانسیبلیتی R2P. بعد میگم این چیه؟ بعد میبینم تو دولت اوباما صحبت میکنن در مورد لیبی، بعد میرم ببینم یک قانون جدیدی آمده، هرگاه سازمان ملل متحد شورای امنیت احساس کرد یا دولت آمریکا، فرانسه، انگلیس احساس کرد اون مردم در مقابل رژیم ناکامن و دارن شکست میخورن، ما میتونیم با ناتو حمله کنیم و کمک رسانی کنیم. هست شد در لیبی. الان روسیه، چین و جمهوری اسلامی ابله ایستاد جلوی اینا. چرا؟ چون احساس میکنن در سوریه همین بازی ممکنه صورت بگیره. بازی ها به سطح بالا رفته و ما هنوز مسائل و معادلات سیاسی رو با قوانین و روایت های و تحلیل های زمان کودتای 28 مرداد حل میکنیم. آقای خدابخشان، مذاکرات مسکو مذاکرات دو روزه است و در پایان روز اول من به ناگهان دیدم که در یکی از این سایت ها نوشته بود مذاکرات مسکو شکست خورد. آیا معجزه میتونه این مذاکرات در روز دوم نجات بده یا نه واقعا مذاکرات مسکو کارش تمام شده؟ ببینید، مذاکرات مسکو قرار نبود که به نتیجه برسه. چرا؟ جناح آمریکایی که دولت اوباماست ترجیح میده این مذاکرات و مذاکرات دیگر تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا ادامه پیدا کنه. در این صورت هم میشه اسرائیل رو آچماز کرد که ناگهان به یه پریمپتیو اکشن دست نزنه یا استرایک. از سوی دیگر آقای پوتین میدونه هر چقدر این مذاکرات رو کش بده به گفته عام، میتونه سرانجام بر سر اون به اصطلاح سپر اتمی که آمریکا داره از زمان بوش در رومانی، بلغارستان، لهستان دور شوروی میچینه با اون معامله کنه. بنابراین هیچ کس نمیخواد این مذاکرات موفق بشه، اما همه دوست دارن طول کش داده بشه ادامه پیدا کنه. ضمن اینکه تکلیف این به اصطلاح در گیومه بهار عربی در تمام این کشورهای مثلا حوزه آفریقای شمالی و خاورمیانه تا حدودی مشخص بشه. همه دوست دارن ادامه پیدا کنه. هیچ کس حالا نمیخواد نه موفق بشه نه شکست بخوره. فقط در این موقعیت فقط باید دید آیا در اورشلیم کسی هست که به نوع دیگه بازی رو ورق رو کنه. آیا این مسئله با توجه به وضعیت انتخاباتی آمریکا که الان به نظر میشه آقای رامنی با توجه به پول هنکفتی که داره و ماشین تبلیغاتی قویی که داره در ابتدا فکر نمیشه تا این حد مسئله جدی برای آقا مامو باشه، ولی به یک مسئله کاملا جدی تبدیل شده. آیا این حمله به ایران، حتی حمله محدود به ایران، کارت برنده آقای اوباما در پیروزی انتخاباتیش نیست؟ اگر به خطر بیفته این پیروزی و پیش بینی کنه، آیا این کارت رو بازی نخواهد کرد؟ فرامرز خان، دیروز قرار بود دنیا فرو بریزه اگر یونانیا رای نده بودن که بله. نیو دموکراسی می اومد، یورو شکست میخورد، اقتصاد دنیا فرو میریخت. اوکی؟ عده‌ای معتقدن در شرایطی که یوروزون در یک بحران اقتصادی و سیاسی است، در شرایطی که هنوز وال استریت نمیدونه تکلیفش چیه، یک روز شاخص ها میره بالا یک روز فرو میریزه، حمله نظامی موجب میشه مجددا دنیا دچار یک بحران بشه. این تحلیل و تعریفی است که سعی میکنن اسرائیل رو، یا اسرائیل که نه، در واقع جریان نتانیاهو رو کنار بذارن. برای به درستی اشاره کردید، برای آقای اوباما دو ماه پیش تصور چنین نبود که آقای رامنی میتونه رقیب جدی باشه. خودش رو 100% انتخاب شده میدید. اما یک سخنرانی که در رابطه با این کرد که باید اسرائیل به خطوط 1967 برگرده، به مرزهای 1967، یک در واقع قمار بزرگ کرد که در میبینیم جویشوت به تدریج کنار رفت. و بعد مسئله هلت کیر و
این مسئله اوکوپای وال استریت، همه طرف مقابل آمدن گفتن آقای اوباما از اینها حمایت میکنه که سیستم کاپیتالیسم رو به زیر بکشه، تبدیل کنه آمریکا رو به سوسیالیسم. شما در آمریکا به محض اینکه از سوسیالیسم و کمونیسم صحبت کنید همه وحشت میکنن، حتی بدون اینکه معنیشو بدونن. نه اصلا احتیاجی نیست معنیشو بدونن. آمریکایی کلمه سوسیالیسم بشنوه، نگاه نکنید این لیبرال های چپ میان از این حرفا میزنن، اونها هم سوسیالیسم و کمونیسم رو دوست نمیدارن، فقط پوز لیبرالیسم رو میدن چون همشون میلیاردره. چقدر زیبا گفتید. همه لیبرال ها که اینایی که چپن همه میلیاردر هایی هن که پوز سوسیالیسم میدن، مثل آقای جورج شوروش. بله مایکل مور سوسیالیسم که کار نمیکنه، آرتیست های کارگردان ها و هالیوود بهترین پوز رو میده. خب بنابراین اگه همه اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، آیا اوباما کارت حمله به ایران رو انتخاب میکنه برای نجات دوران ریاست جمهوری خودش، یا به فکر مسائل بحران جهانی میفته؟ خودش نمیکنه، اجازه میده اسرائیل بزنه اگر بخواد. ببینید نگفتم حتما چنین چیزی است، سعی نخواهد کرد. اوباما دستور حمله بده، ولی اگر اسرائیل به این نتیجه رسیده است که با اوباما کار کردن بسیار دشواره، ممکنه اسرائیل هم صبر بکنه تا بازی به طور طبیعی عوض بشه، یعنی نزنه. نزنه چه پیش خواهد اومد؟ میدونید به نظر من آقای رامنی ممکنه بیاد سر کار در آمریکا، چون زمینه های عدم انتخاب آقای اوباما روز به روز داره بیشتر میشه متاسفانه. من بسیار بین بد و بدتر من اوباما رو ترجیح میدم، ولی دنیا در جهت ترجیح شخصی من الزاماً جلو نمیره. ببینید از یک سو، چون من آقای نتانیاهو رو از 1978 میشناسم، هنوز کسی نبود، یک کنفرانسی گذاشت به اسم تروریسم سبز دارد میآید. بله. 1978 یک پسر جوان بود. خب ببینید خود اسرائیل هم بد بازی نکرده تا به حال، تهدید به حمله کرده ولی حمله نکرده. تا حالا کی حمله کرده؟ چرا افکار عمومی متوجه جنگ سرد بین اسرائیل و ایران جمهوری اسلامی شده، همه مسئله فلسطین رو یادشون رفته. در این گذر هم نگاه کنید تمام کشورهای اسلامی و عربی دارن میریزن، یعنی در واقع یک نوع، درسته حالا در مصر میگن اخوان مسلمین میاد فردا ممکنه مزاحمت ایجاد کنن، نه چنین غلطی نخواهند کرد، اصلا چنین چیزی نخواهد شد، اما آقای نتانیاهو و یارانش برگ خوبی هم بازی میکنن، هر بار به آمریکا فشار میارن که ما میخواییم حمله کنیم، یک امتیازهای مالی، امتیازهای نظامی، لوجستیکی میگیرن، در ضمن هم کسی با فعلا قضیه فلسطین و کشورهای عربی همسایه کاری نداره، و ما شاهدیم که الان به تدریج عراق داره به سه منطقه تبدیل میشه، کرکوکستان داره میاد، بعد که مسئله سوریه است، سوریه تجزیه خواهد شد، کردها یک کرکوکستان بزرگ انجام خواهند داد که نهایتا به ضرر ما هم خواهد بود. نه اگر همه اینها به تدریج اتفاق بیفته، و به نظر من با سرعت هم داره اتفاق میفته، همه اینها زنگهای خطر جدی برای سرزمین ماست. ما باور نمی کنیم آقای اکبر گنجی میاد شعار میده، مقاله می نویسه، ولی من 10 سال یا بیشتر همیشه اشاره کردم ببینید یک کرکوکستان به وجود خواهد آمد، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. شما بزرگترین سرمایه نفتی و مالی رو در یک منطقه دارید، اون رو واگذار میکنید به تمام کردها. اگر یک روز آقای چرچیل اجازه نداد اون یک بازی دیگری بود. بلوچستان ایران در خطره، هر روز بلوچستان پاکستان و ایران مسائل مختلفی پیش میاد. الان بس بر اینه که چینی ها میخواهند سرمایه گذاری کنن در بلوچستان پاکستان، و یه خط لوله‌ای هم از ایران بره به پاکستان، هندوستان. این دوستان دوست نمی‌دارن. شما اگر بیاید بلوچستان ایران و پاکستان رو جدا سازی کنید، هم صاحب خلیج فارس هستید، هم دست چین رو در واقع قطع کردید، هم اجازه ندادید شاه لوله به اصطلاح آزادی شکل بگیره. یعنی بلوچستان خودش به استقلال برسه؟ الان تمام مطبوعات
و سایت های پاکستان رو میگم ایران نمیگم، همه هر روز می نویسن توطئه ای در کاره و به زودی بلوچستان ما از میان خواهد رفت. پاکستانی ها بسیار نگرانن برای بلوچستان خودشون. اگر بلوچستان این وسط پاکستان... ما کجا ایستادیم، داریم چیکار میکنیم، ایران کجاست؟ یه خطر دیگر هم که من باز اشاره میکنم، یه مقداری فکر کنیم بریم دنبال این چیزا ب... ببینید جنگ عراق فراموش، هر چه شد صدام رفت، ناپدید اون مملکت، در واقع creative destruction شد، اول نابود کردن که بعد بسازن. یک نکته ای رو ما ندیدیم، این برگ شیعه ای که اینا بازی کردن با آیت الله سیستانی، هدفشون من همیشه گفتم یک نجفستانه، یک واتیکان شیعه است. اگر شما نجف رو تقویت کنید، قم تموم شده است. صحیح، درسته؟ ما به قدری گرفتار بازی های ساده هستیم متوجه نیستیم. دقیقا درست میگید، این ایران بس الان چرا همین طول میدن آقایون، آقای پوتین با آقای اوباما الان یه مدتی 20 دقیقه در گوشی با هم صحبت کردن، آینده ایران مشخص میشه، سوریه زیاد مهم نیست، آینده ایران. یعنی قبل از شطرنج، قبل از تکلیف سوریه، تکلیف سوریه ایران تکلیفش چه مشخصه، به هر حال اینها مسئله ایران مهمه. چرا آقای پوتین بدش بیاد ایران نابود بشه، خودش میشه سلطان گاز و نفت دنیا. خب این وسط، این وسط نگین این انگشتر که هیچ کدوم از این دوتا خوشون نمیاد، نه ایران نیست، چینه. چین چه بازی میکنه در این وسط؟ میبخشید، ما همیشه میگم اینا عددی نیستن. شما دروازه لس آنجلس رو ببندی، چین ورشکست شده. چین به اینا احتیاج داره، اینا به چین احتیاج ندارن. تنها طرح استراتژیکی ما امروز میبینیم که پوتین هم موافقه، اینه که آمریکا میره و به بهانه کره شمالی، به بهانه فیلیپین، به بهانه مسائل از ویتنام گرفته که رفت بندرها رو خرید، تا فیلیپین چین رو محاصره میکنه. و پوتینی که نگران قدرت اقتصادی و استراتژیکی چینه، یک تلویحاً موافقه. میدونی چی میخوام بگم؟ درست از یک سو هم با چین همبازیه که آمریکا رو به اصلاح اچماس کنه، این بازی ها همیشه بوده، در زمان قدیم هم بوده، اما مسئله ایران نه به چین رفت داره نه به روسیه رفت داره، یه مسئله مستقله، یک مسئله مختلف. و تنها چیزی که ما میتونستیم انجام بدیم، یک بار این آقای کنت پالک یک کتابی نوشت به اسم معمای ایرانی، در اون نوشت دو تا ساعت هست اونجا در ایران تیک تیک میکنه، یکی ساعت اتمی است، تیک تیک میکنه برسه به ساعت صفر، یک انفجار اتمی ما شاهد باشیم، از سوی دیگر تیک تیک میکنه برسه به ساعت صفر رژیم و مردم رژیم رو بندازن. این کتاب از 10 ساله هست، ولی ما نتونستیم. تنها راه ما، فرامرز خان نازنین من، برانداختن این رژیمه. نباید بپرسم چجوری؟ با این نسل چطور؟ اصلا من با آخه این نسل که اومد باریکلا قربانیش هم داد، اوکی، وحشت هم برش غالب شد که باید میشد. وقتی یه آدم جنایتکاری، از این جنایتکارا مخد مربوط به دهه 60 نبودن که امروز هم در ایران وجود داره، تردیدی نداشته، اون بسیج خطرناکتر از خود سپاس. پس ترانه موسوی رو که احمد قدیریان جلاد بن نبود ده. جانشینان شاگردانش نابود کرده، تردیدی نداشته. اما یه چیزی من بهتون بگم، بله، وقتی سپاه به خیابان نیومد، من اون موقع نشسته بودم مشق می نوشتم. مشقاتون خوب نوشتین؟ یا دوست دارم مشق می نوشتم و بخونم و مطالعه کنم. گفتم نسل آینده ایران برد. ببینید سپاه پاسدارا با همه حرفایی که پشت زده میشه، سپاه قدس رو نمیگم، ها، سپاه قدس یک عملیاتی دیگری است، آقای سلیمانی بازیش یه جای دیگه است، برای اما
هسته رهبری سپاه احساس کرد باید اعلام بیطرفی کنه. بله باید اومد پرسید، همینجور که ارتش شاه با دستور هویزر اعلام بیطرفی کرد، آیا یک ارتش باید بیطرفی اعلام کنه یا باید از حکومتش دفاع کنه؟ درسته؟ از بلاخره قسم خوردن. سپاه پاسدارا به نظر من عواملی هستن، تردیدی نداشته باشید که یک روز پشت سر این نسل جدید خواهند ایستاد، کودتای خیابانی خواهند کرد، کودتای خزنده نخواهند کرد مثل آوردن احمدی نژاد یا گرفتن فرودگاه امام خمینی. این کودتا برای برگردوندن تمامیت قدرت و حاکمیت به دست سپاه، شما باورتون میشه که سپاه در جهت استقرار دموکراسی در ایران دست نه ناچار خواهد بود، ناچار خواهد که رضایت بده ناچار خواهد بود که سمت این عالی جناب ها رو، شر این عالی جناب ها رو کم کنه، آقازاده ها رو کم کنه، جنایتکارها رو به کشتن بده برای اینکه خودش به کمک مردم باقی بمونه. بعد میتونه بگه که همین جوری که من برای شما در نبرد قدس چی بود مقدس بره. از تمامی ارضی ایران حمایت کردیم، اینجا هم داریم از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنیم. این ببینید ناچار خواهید بود با این نسل حرکت کنید، اما من همیشه معتقدم سپاه پاسداران کسانی هستند که این رژیم خواهند انداخت. خب وقت زیادی برامون باقی نمونده، ولی یک مسئله بسیار مهم دیگر رو هم داریم که باید بهش بپردازیم و اون آمدن اخوان المسلمین در مصر و برنده انتخابات ریاست جمهوری از سوی این بنیاده. این رو چجوری میبینید شما؟ آقای روبرت درایفوس، همین که گفتم با گروگان خمینی، دقیق آفرین، ایشان اولین کسی بود که افشا کرد که از زمان برادران دلس که رئیس CIA و وزارت امور خارجه بودند، یعنی حکومت آقای آیزنهاور، شخصی به نام سعید رمضان که در واقع داماد حسن بنا بود رئیس اخوان، اومد به واشنگتن و یک قرارداد نانوشته نوشت که ما همیشه در خدمت خواهیم بود و شما رو ما حساب کنید، چرا که هدف برچیدن بساط کمونیسم بود. شما اگر اخوان مسلمین در زمان آقای ناصر یا بعد از آقای ناصر یا حتی سادات نبودن، کمونیستا مصر خورده بودن، مخصوصا که مستشاران شوروی در اونجا بودن، ولی این اخوان المسلمین بود که خدمت میکرد. در عراق هم همین گروه، البته صدام قتل عام کرد هم کمونیستا رو هم اخوان المسلمین. این پیوند نانوشته همیشه وجود داره. من هیچ تعجبی نمی کنم، شما نگاه کنید تمام رهبران سکولار منطقه رو بر کنار میکنن، مذهبی ها رو میرن سر کار. چرا؟ به خاطر اینکه 1973 وقتی کلوب روم برای آینده دنیا نقشه میداد، گفت بهتره منطقه هفت که همین خاورمیانه و آفریقای شمالی است مثل یک خلیفه‌گری اسلامی اداره بشه. الان بس بر اینه، آیا این خلیفه‌گری باید ترکیه اداره کنه که یک کمی مدرن شده عدالت و توسعه، آیا باید با سلفی ها و وهابی های سعودی ها، در حالی که میبینیم دارن فرو میریزن یکی پس از دیگری میمیرن، الان مثل درست شدن امپراتوری آخر شوروی، برژنف و سوسلوف همه مردن، اینا هم دارن هر روز یکیشون میمیره، پس آیا واقعا سعودی ها خواهند موند یا نه میخوان دنیای شیعه بیاد در مقابل این سنی ها بیسته؟ در یک مدت کوتاهی ما رقابت شدیدی بین شیعیزم سیاسی یا علوی و سنی ها خواهیم دید و خواهد بود، و برای اینا هیچ، شما اینا اصلا نگران نیستن. غرب نگران نیست. چرا نگران باشه؟ یعنی اتفاقی نیفتاده که نگرانش بکنه. درسته ارتش رو در مصر داره، آفرین، آماده کار هست و اینها هم از خودشونه. خب انتخابات هم خواست خودشون شد. شما اگه میتونستید، حالا درست این قایم گوگل اومد
از طریق گوگل به اصطلاح انقلاب گوگلی را انداخت که این حرفای بچگانه نمیشه باور کرد. البته تقویت شد و خیلی خوب بود. پس چرا شما مدید حسنی مبارک رو انداختید، نوکر 30 ساله سکولار، همون ارتشی ها باقی موندن، یه فردوست دیگری در اونجا مونده، چون آقای فردوست بعد از بیرون راندن شاه که نرفت، ایستاد، وزارت اطلاعات و ساخت تحویل آقای حجاریان و ربیع اینا داد، بعد مرد. حالا چرا مرد نمیدونم. اینجا هم آقای سلیمان هست سر کاره، فقط همجوری گفتید اداره کرد انتخابات مناسبی برگزار بشه. انتخاب مناسبی بود برای اونا. در واقع شیرازه مصر هم اصلا نپاشید، شیرازه که با غرب سر دوستی عمیق داره. حالا فردا مثلا میگه ما قرار بود 50 بیلیون دلار بدیم، نمیدیم. مگه به پاکستان نمیگن؟ ببینید نمیخوام زیاد اشاره کنم، از 1962 برای برانداختن امپراتوری شوروی یک بازی شطرنج فوق استثنایی شروع شد به اسم الهیات رهایی بخش، مذهب، مارکسیسم و اگر دیگه همه اصلا شریعتی اومد، همین دزموند توتو که حرف میزد، این الهیات رهایی بخشه. اگه این آقای دزموند توتو نیومده بود تر آفریقا، من دیدم برنامه قبلی با اون خانم نازن، دزموند توتو به تونی میگفتم، دزموند توتو اومد شروع کرد مردم سیاپوست رو در واقع به فراخوان به میدان که آقای ماندلا نجات پیدا کرد. شما در خانم اکینو وقتی میخواست فیلیپین برنده بشه، یک کاردینال کاتولیک به نام سین اومد گفت مارکوس آدم خوبی نیست. فقط خمینی نبود، فقط پاپ لهستانی نبود، آمریکایی‌ها متوجه شدن کمونیستا یا کرملین میخواد با بازی الهیات رای بخش اینا رو آشماز کنه، اینا زودتر بازی کردن، اونا رو آشماز کردن و این بازی ادامه داره. از حضورتون سپاسگزارم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و باور کنید که میشود دنیا رو به کام خود چرخوند. لا 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 دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، نه خواب آروم گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست یکبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گل لادن که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سفید رفتن و رفتن. نخواب آروم گله بادوم ناباور، گل دل نازک خسته گل پرپر، نگو باده بلایت پرپرت کرده، دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تاج فواره، نگو این ابر بی بارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، و
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوه سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. Glendale Kia is California's number one volume Kia dealer in combined sales for the past 10 years. Glendale Kia has over 500 pre-owned vehicles, and each new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. We offer easy finance at Glendale Kia and have been at the same location for over 25 years. The all-new Kia Optima Hybrid with class-leading MPG and class-leading horsepower. So click, call, or come by today. استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه